خب من قربونتون برم ببینیم چه خبره. دوستان رو بیاریم بالا، خوبه، بحث چالشی خوبه، آدم بره جلو. تلاش هم میکنیم که منطقی صحبت کنیم که دیگه بتونیم استفاده کنیم از صحبت ها. خب دوستان بیان که من بیارمشون بالا. خب دوستان، بله بله، آقای محمد بفرمایید. مثلا مسئله که در مورد ایرانه هر کشور دیگه پیش بیاد مشابهش بدتر برخورد میکنن و دیدی ما این مسئله داریم میبینیم دیگه. امید جان سلام، درود بر شما، در خدمت شما، درود بر شما. چطوری؟ صدای من کاملا برمیگرده، نمیشه دیالوگ کرد. اجازه بده من هنس فیلی بذارم. درود بر شما، درود بر شما. خوبی؟ بازم برمیگرده. الو امید جان، الان خوب شد؟ الان خوب شد، بله بفرمایید، در خدمتم، زنده باشید. الان خوب شد؟ بله بله بفرمایید. چه خبر؟ خوبی؟ تندرستی، قربونتون برم، بفرمایید. امید جان من یه بار توی لایو تو لونی مدت بله، بله. اومدم بالا، بله بعد بله. لایو هم لطف کردی گذاشتی رو یوتیوب، خیلی بازدید بله. خورد، خیلی خوب بود. بله بله، من الان نمیخوام زیاد وقتی لایو بده ببینم، فقط میخواستم یه زنده باشی، سلام و خدا قوت بگم و بگم که واقعا تأثیر گذاری، فقط یه انرژی مثبت میخواستم بهت بدم. زنده باشی، لطف داری شما، قربتون برم، لطف کردین اومد بالا، قربونت، زنده باشی، فدای شما بشم، زنده باشی، بدرود، زنده باشی. آره این هم که من گرفتم یه چیز توپیه خریدم، دو تا هنسفیریه، هر وقت بخوام ور میدارم و خیلی چیز باحالیه. تو بیرون که هستم مثلا یه دقیقه چیزی گوش کنم اینو ور میدارم. این توپا که از این چیزا نداشت، سرچ کردم دیدم فقط چین داره، اینم چینیه. حالا اگه کسی از جنس چینی خوشش نمیاد یه به خوش مربوطه، من همه خونه رو کردم چینی. شوخی میکنم، ولی همه آخه همه بخوای نخوای همه چی چینیه تو غرب. اقتصادشون همه دست چینه. خب اجازه بدید ما دوستانو بیانیم بالا. آقای مهدی بفرما عزیزم. بیا بالا عزیزم. دور درشان بفرما. الو جانم. الو. خب اینترنتتون ضعیفه. بذاریم ما دوستان تانتون بالا. چشم. خب مهدی نوروزی بذاریم شما بفرمایید. ایزان ریکوست که همه دادید من نگاه میکنم به ترتیب دارم میگرم. آقا مهدی بفرمایید. ایزان آقا مهدی خب نیومدی. خب اجازه بدید بفرمایید، شما بفرمایید. آقای داوود، داوود 9777 بفرمایید. سلام امید جان، درود بر شما، مخلصم، زنده باشید. یه خدا قوت اول بهت بگم، ان شاءالله که انرژی همیشه پر باشه و با توان مضاعف ان شاءالله برنامه تو بسازی. یه دو تا مطلب امید جان، یکی که این دو سه روزه خیلی تو فضای مجازی پر شده و به اصطلاح سازمان حالا بحث عراق اینو فاش کرده که کمک خانواده پهلوی کمک ریالی کرده. دروغه؟ 100% دروغه. درست من خودم اول از همین میذاشتم. یه عکسی هم در اومد که دیدار فرح زیبا بود با نه نه ببین عزیزم، در مورد این چیز خوبم گفتی، بذار این موضوع رو من بگم چون این چند روز خیلی پخشم شد اینا. من متاسفانه چون روایت های دروغ علی شاه و محمد رضا شاه و فرح و اینا میگن که خیانت هایی که اتفاقا این خانم کرده دیده نمیشه. نه این قضیه که دروغه، یک چیزی رو من انصاف رو رعایت کنیم. در زمانی که بمب شیمیایی به ایران میزنن، تنها جریانی که رفت در بلژیک بخشی در سوئیس و جلوی سازمان ملل اعتصاب قضا کرد که به ایران بمب شیمیایی نزنید، اتفاقا هواداران پادشاهی بودن و اتفاقا فرح هم رفت، یعنی فرح هم جز
کسانی بود که رفت به اعتصاب کنندگان دیدار کرد و رفت با نمایندگان سازمان ملل صحبت کرد که عراق حق نداره بمب شیمیایی به ایران بزنه. این یه حقیقتیه. در مورد یک چیز دیگه هم که بگم، حالا اینایی که این سندها رو حالا جعل کردن احتمالاً خبر ندارن که فرح اتفاقا پول که نمیده، پول میگرفت همیشه. یعنی اینا آدمای نیستن به خاطر چیزی هم که فکر میکنن بخوان خرج بکنن به اون شکلی که صحبت میشه. اولا پولی نداشته، بعدم که اصلا در هنگامی که جنگ ایران و عراق در شهریور آغاز شده بود، ماه قبلش محمد رضا شاه فوت کرده. بذارید شما مورد بعدیتون رو بگید، من شما رو بیارم پایین چون صدا خوب نیست، بعد من چیز کنم. صدا نویز داره. مورد بعدی هم کامل برام. زنده باشی. مورد بعدی هم در مورد با فربوده، اگه بتونی باشی یه لایو بذاری خودت باش مصاحبه کنی، چون ایشون هم داره توی مرکز به قول معروف تمدن و نمیدونم چیز داره میره دعوتش میکنن، اون پوتکین و نمیدونم عباسی اینا دعوتش میکنن، اونجوری هم ضرب و شتمش میکنن. آره اگه اونم یه زحمتی بکشی. دقیقاً لطف میکنی، مزاحمت نمیشم امید جان، زنده باشی، سلامت باشی، قربونت. فرشان قربونت. نکته در مورد این داستان فرح رو من بگم، ما باید انصاف همیشه داشته باشیم. ببینید موقعی که بمباران شیمیایی شد ایران، من اینه که دارم میگم فیلمش رو دیدم، فیلمش هم ندارم که الان بخوام، خیلی هم گشتم پیدا نکردم، ولی من اینو سالها پیش فیلمش رو دیده بودم و اطلاع دقیق دارم که هواداران پایتون، یکی از دلایلی که من میگم که میشه امیدوار بود که خیلی از هواداران پادشاهی شاید روزی به عقلیان، چون ذاتن اینا وطن فروش نیستن، در ادامه راه ببین یک چیزی فطریست، یک چیزیه که اینا بعضی اکتسابی وطن فروشن، بعضی فطری وطن فروشن، جنت تجزیه طلبی رو اینا فطری وطن فروشن، بخش قابل توجهی از هواداران پادشاهی اینا اکتسابی وطن فروشن. و اینو بگیم یه انصافی رو باید داشته باشیم، هواداران پادشاهی میرن جلوی سازمان ملل اعتصاب قضایی یک هفته‌ای میکنن، چند نفرشون اینا انقدر که اعتصاب میکنن، حالا اونا سر 3-4 روز حالشون بد میشه، کارشون به بیمارستان میرسه. من نمیدونم خانم نسیم ستوده 50 روز دمش گرم، رکورد جهانی داره. خیلی از هواداران پادشاهی که نزدیک 50-60 نفرن میشدن، اعتصاب که میکنن چند نفر حالشون بد میشه، اینا رو سوار آمبولانس میکنن میبرن بیمارستان، و اعتراضش این بود که عراق حق نداره بمب شیمیایی بزنه. و روز پنجم اعتصاب خود فرح دیبا در تظاهرات در سوئیس شرکت میکنه علیه صدام. آنها من انصاف رو داشته باشه، حالا اگه سند دوست دارین میخوای فرح رو بزنید بزنید، من اصلا با این خانوم موافق نیستم، خیانتهای گسترده یا میخوانم در راستای بحث کشورمون داشته، ولی این مورد نامردیه. یعنی ما باید ببینید روایت درست بدیم، عقده‌ای نباشیم. و یک نکته که فقط در مورد این بحث عراق و پادشاه قرار میگیره اینه که تیمسار اویسی بعد از اولا که خود حالا نوشتن که شاه مثلا کمک کرد به صدام، اولا شاه فوت کرده بود، شاه مرداد ماه فوت کرده بود، نمیتونسته در شاه، اولا شاه اصلا موقعیتی نداشت که کمک کنه. بحث اینجاست که تیمسار اویسی قبل از جنگ ایران و عراق این با صدام اصلا گفتگو کرده بود، قرار شده بود صدام کمک کنه به محمد رضا شاه. اینی که بهتون میگم سنده که دارم میگم، و حتی کسی که در رأس دو سه تا روایت سنگین داریم تو این زمینه، یکی آقای مسعود انصاری پسرخاله فرحه، یکی آقای امیر اسلان افشار خاطراتشونه، اینا همه نشون میده که قبل از حمله صدام به ایران، صدام با یک سری از جنرال های پادشاهی نشست و برخاست داشت که در رأسشون آقای اویسی بود، و با آقای اویسی گفته بود من بهتون پول میدم، فلان میدم، کمکتون میکنم، شما برید ایران و دوباره کشورتون رو پس بگیرید، و حالا امتیازاتی هم گویا میخواسته. و آقای جنرال اویسی با صدام برنامه‌هاشون رو میشینن برنامه‌ریزی میکنن، بعد یه دفعه صدام رو میکنه که آقا من میخوام خوزستان رو با ارتش بس بگیرم، و فرمانده حمله به خوزستان سردار که نه تیمسار اویسی باشه. اینجا تیمسار اویسی دیگه خب خیلی زده خمینی بود تیمسار اویسی، ولی اینجا دیگه تیمسار اویسی جرأت نمیکنه این خیانت بزرگ، ننگ این خیانت بزرگ رو به جان بخره، و اونجا میشه که یواشکی که اون موقع تو اون مقطع زمانی ایشون که بغداد بوده، قبل از حمله صدام به خوزستان ایشون از بغداد فرار میکنه میاد پاریس. اینه که بهتون میگم سنده، میاد پاریس، و اتفاقا صدام خیلی از این داستان ناراحت میشه که اویسی قرار بودش، مثلا فکر میکرد که اویسی رو میتونه فرمانده حمله به خوزستان بکنه، حالا اویسی فرار کرده، یعنی میزنه زیر تمام قراردادهایی که اینا با صدام دارن، وقتی که میفهمه صدام میخواد خودش با ارتش بس
به صورت فیزیکی به ایران حمله کنه. و برای همین آقای صدام حسین حزب بعثشون آقای اویسی رو در عراق ترور میکنن، در پاریس هرچی در پاریس ترور میکنن. و این داستان، کل داستان ارتباط شاه با صدام بعد از انقلاب اینه که یعنی قرار بوده یک همکاری انجام بشه که این همکاری انجام نخواهد شد. حالا اینکه بگیم فرای پهلوی پول میده، اصلا فرای پهلوی جایگاهی نداشته، برام شما مثل این که خانواده دیباها رو نمیشناسید. خانواده دیباها پول از دستشون نمیچکه، شما خیالت راحت باشه. بابا رضا دیبا که پسر این خانواده، من میگم دیباها نمیگم پهلوی ها، چون الان بحث خانم فرای دیباست. رضا دیبا که بزرگ شده خانم فرای دیباست، بابا این خودش حرام شالاتان میگه، میگه رفتم خونه شون و اینا تخم مرغ شکستن، به من تخم مرغ نداد بخورم. یه در حد یک تخم مرغ این خصاصت داره. حالا فکر می‌کنی میاد خرج میکنه، اینا یک طرفه پولو میگیرن. حتی در مورد خودم که می‌خواستم بیام خارج، رضا دیبا و خود فرای دیبا هیچ پولی ندادن، اینها به اطرافیانشون گفتن که به من پول برسونن تا من بتونم از ایران خارج بشم. این حقیقت داستان شما این از عدم شناخت از این خانواده است. یعنی تا لحظه‌ای که این خبر اومد بالا و خیلی ها برای من فرستادن، من تا دیدم خندیدم، گفتم اینا دیباها رو نمیشناسن، دیباها پول خرج نمیکنن. پول حالا شما اگه بگی پول میگرفتن، بله سند زیاده، در همون اصلا رضا پهلوی در همون مقطع از مراکش پول گرفت، از عربستان دو سه مرتبه تو همون مقطع زمانی جنگ ایران و عراق ایشون رفت پول گرفت، سنداش وجود داره، اظهار نظرها وجود داره، مثل خاطرات امیر اصلان افشار و غیره. ولی این که بگیم فرح کمک کرد به صدام که به ایران حمله کنه، صحبت فانتزیه و دوستان حزب الله. یک بخش قابل توجهی از شکست های شما در حوزه کار رسانه‌ای این میدونی عقده گشایی و سیاه نمایی علیه خاندان پهلویه. خاندان پهلوی هزاران ایراد دارن، من میگم شما اصلا نیازی نداره بخواید براشون جلدیات درست کنید. این که مثلا اینا چیزه، یعنی شما میتونید رو همون اشتباهات یا حتی بعضا خیانت های خانم فرح مانور بدید، نه اینکه بیایید اکسترا حالا یه چیزی هم بخواید بهش بچسبید. نه، خداییش در زمان بمباران شیمیایی به ایران هواداران پادشاهی این دارن بر حقو بگه، رضا باز هم بودن، همین رضا بازای عقب افتاده که امروز کنار ترام وایسن خیانت میکنن، حساب قضا کردن. حق آدم تو هر شرایطی که هست، حتی اگر به ضررش باید بگه که بتونیم به یک نتیجه برسیم. درود بر شما، بفرمایید. سلام جان، خسته نباشید. درود بر شما، قربونتون برم جونم، در خدمتتون. قمی جان یه سوال ازت. بفرمایید دیگه. میشه بگی آقای خبرنگار معروف آقای لری کینگ چه سالی با احمدی نژاد مصاحبه داشت؟ دو مرتبه مصاحبه داشت. خب دو تا مصاحبه. الان سوالاش یادم نمیاد، ولی تو مقطع زمانی 84 تا سال 92 دو مرتبه مصاحبه کرده تو این مقطع زمانی. خب پس ایشون رئیس جمهور بوده اون زمان دیگه. بله بله. آقا شما تو کلیپ از این به عنوان تنزل هم اشاره کردی که چرا الان با امثال آقای لریکین مصاحبه نمی کنه؟ نگفتم نمی کنه، گفتم تو که رفتی با لریکین مصاحبه کردی، چرا الان رفتی با این تنه که اصلا بلکی صرف بزنه توی رادیو فردا صحبت میکنی؟ خب عزیزم وقتی سمت شما رو خیلی طبیعه که با لیول بالاتر ازش درخواست مصاحبه بزنه. نه چه ربطی داره، چه ربطی شما ایشون شما کسی که یک مقطعی رئیس جمهور بعد از رئیس جمهور در میاد، اگه خودش بخواد همون شخصیت جدی رو میتونه داشته باشه. الان خیلی اصلا آقای بوش الان سالهاست رئیس جمهور نیست، نمیاد با این رسانه‌های دوزادی مصاحبه کنه. اگرم بخواد جای مصاحبه کنه با رسانه‌های رسمی مصاحبه میکنه. اینکه ایشون امروز مقام ریاست جمهوری نداره، اینکه یک بحث دیگری است، ولی اینکه ایشون بالاخره رئیس جمهور سابقه، اون لول رو داره. شما الان همین آقای خاتمی لول خودش رو بالاخره الان سالهاست رئیس جمهور نیست، ولی خاتمی با همه خیانتی که داره لول خودش رو ولی حفظ کرده خاتمی. یعنی تو دنیای امروزی که شما الان من نشستم دارم با اینستاگرام حرفم میزنم، تو دنیای امروزی که شما میتونی ویدیو بدی خودت، بعد بری مثلا با اون خانم مصاحبه کنی که نتیجه انقدرم خودت خجالت بکشی، بعد تو رسانه‌های رسمی تو بگی من با رادیو فردا مصاحبه نکردم، با رادیو آزاد اروپا مصاحبه کردم. باشه رادیو آزاد اروپا همون رادیو فرداست، یعنی میپیچونن قضیه رو. امید جان یعنی اینکه خاتمی الان یه جا خودشو هست کرده اینجا نمیره رو تو میذاری رو حساب لول؟ ببین عزیزم این مسئله مشخصه، اینکه امین نجات با رادیو فردا صحبت کرد لول انقدر پایین بوده،
خودشون هم روشون نشد، این سقوطه. حالا من نمیدونم شما الان به چی میخواید برسید، چون اسم یه جوری اسم موشن هم صحبت میکنید، یه خود اینتیتیویش کن، یه مقدار روندش رو تونتر کن، دوستان دیگر هم میخواییم بیاریم بالا. من میخوایدم شما به کجا میخواید برسید، این که تابلوه که ایشون اشتباه کرده. عزیزم صدات هم قطع شد، بعد ای توبم بشم ببخشی شرمنده، اینترنتتون هم ضعیفه، اصلاحتون هم قطع. من میخوایم در مورد سیده جدی صحبت کنیم. احمدی نژاد دیگه ممتی آدم جدی نیستش که بخوایم صحبت کنیم. شما اگر رادیو فردا رو خود هواداران ایشون خوب گوش میکنن، رادیو فردا 100 دفعه تو بین تبلیغاتش میگه رادیو آزاد اروپا، اینجا رادیو آزاد اروپا است. یعنی حتی در این حد هم شما نمیدونید. منظورم یه عزیزی که اومد بالا، نه هواداران آقای احمدی نژاد، تابلوی که این سقوطه که شما برید با این خانم مصاحبه کنید دیگه توجیه نداره. که دوره در شما بفرمایید عزیزم. الو سلام، دوره در شما بفرمایید، در خدمتتون. میگم من یه کلیپی از شما دیدم، گفته بودید که مثلا صدا میاد؟ بله صداتون میاد، بفرمایید. یه کلیپ دیدم که گفته بودید که مثلا رهبری خیلی کار خوبی کرد که مثلا نذاش که مثلا تو جنگ با آمریکا مثلا نیرو نظامی ببره بره کمک آمریکا کنه. خواستم اینا مثلا کجاش خوب بود، یه توضیح میشه بدید؟ گفتم نیرو نذاش نیرو ببره که به آمریکا کمک کنه. نه یه هم در همچین چیزی بود، گفتید که شاهکار آقای خامنه ای بود که مثلا کجا بره، مثلا میدونه که مثلا کجا بره به سوریه کمک کنه، کجا مثلا از عراق کمک نکنه. تو همون برنامه تو جنگ با تو این مشکل اینه که کلیپ های تیکه‌ای می‌بینید، وقتی شما یه صحبت من نمیدید اگه کلیپ تیکه یه دقیقه‌ای می‌شنوید. من تو همون برنامه حتما توضیح کامل دادم، اینم در مورد حمله آمریکا به عراق بود، گفتم با آقای خامنه‌ای پیشمندی کرد، گفت نباید الان ورود پیدا بکنی. همون تو همون برنامه هم توضیحات کاملشو دادم. حالا مورد بعدی در خدمتم. من نه هرچی گشتم نه اینو خواستم یه توضیح فقط در مورد همین به من بده. لینکشو بعدن دوباره توی تلگرام پیام بدید، لینکشو براتون پیدا کنم بزنم. خود دستتون در نکنه، خیلی لطف کردید. قربونتون برم، زنده باشید. نه خودت. این که این پرسش میشه که یه چیزی ما گفتیم پلیز مثلا الان بشنوه بگه حالا توضیح بده. چی توضیح بده؟ توضیح دادی. من برم یه چیز کنم، یه لامپ این چیز رو روشن کنم که یه خود نور داشته باشیم که بتونیم بیشتر صحبت کنیم. یک دقیقه تنفس میگیریم که من برم یک این باتری اینو بیارم و یه دقیقه دیگه بیاریم اینم سیف بمونه. یه دقیقه دیگه همینجا دوستان رو بیاریم بالا صحبت کنیم. قربونتون برم، دمتون گرم.